نگاهی به چند خبر کوتاه. دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظلو با انتشار اطلاعی رؤیت حلال ماه جمادی الاولی نزد معظم الله را اعلام کرد. در این اطلاعی آمده به اطلاع عموم مؤمنی میرساند حلال ماه جمادی الاولی نزد مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظلو ثابت نشده و بنابراین جمعه آخرین روز ماه ربیع الثانی و روز شنبه 5 آذر 1401 اولین روز ماه جمادی الاولی 1444 هجری قمری می باشد. حنا ربانی وزیر مشاور پاکستان طی اظهاراتی گفت جامعه جهانی برای مقابله با اسلام حراسی برنامه عملی در دستور کار خود قرار دهد. وی در ادامه دیدگاه‌ها و نگرانی‌های پاکستان درباره مشکل روبه رشد عدم تحمل مذهبی، تبعیض، اسلام حراسی و خشونت را بیان کرد و گفت گفتگوی ادامه دار و مستحکم بین ادیان، مذاهب و تمدن‌های جهانی می‌تواند میزان دستیابی به همزیستی مسالمت آمیز درک متقابل و هماهنگی را افزایش دهد. شبکه خبری فاکس نیوز گزارش داده که 15 ماه پس از تسلط سنی‌های تندروی طالبان بر افغانستان، داعش و القاعده دوباره به این کشور بازگشتند. این شبکه به نقل از مقام‌های پلیس آمریکا FBI گزارش داده که این دو گروه در حال برنامه‌ریزی جهت انجام حملات تروریستی به آمریکا و سایر کشورهای جهان است و امنیت آمریکا و جهان را تهدید می‌کند و این واقعیت افغانستان است. خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران می‌گوید که کشته شدن 402 نفر را در جریان اعتراضات سراسری از 26 شهریور تا 27 آبان ماه تایید می‌کند. بر اساس این گزارش 58 نفر از جانباختگان زیر 18 سال یعنی کودک یا نوجوان بودند و تخمین زده که 16813 نفر در این مدت در ایران بازداشت شدند و توانسته هویت 2756 فرد بازداشت شده را شناسایی کند و تعداد دانشجویان بازداشتی را 524 نفر عنوان کرده است.